تأکید مقام های آمریکا برای ادامه ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان. تصمیم فرانسه و آلمان برای اخراج مشاوران خود از وزارتخانه های افغانستان. هشدار نخست وزیر روسیه از پیامدهای فاجعه‌بار حمله نظامی غرب به ایران. و ادامه نگرانی و خشونت‌ها در سوریه. به نام خدا، با تقدیم سلام به سرویس خبری این ساعت از شبکه افغانیوز خوش آمدید. محمد زکی تو تاخیر شما را دعوت میکنم به خبرهای این ساعت. ایالات متحده آمریکا باید در مقابل هر نوع درخواست خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان مقاومت نماید. رایان کراکر سفیر آمریکا در افغانستان از افزایش خشونت علیه نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی نموده میگوید، در حالی که تقاضاها برای خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی مطرح شده، اما آمریکا باید در مقابل این گونه درخواست ها ایستادگی کند. در حالی که از چند روز بدین سو در نقاط مختلف کشور تظاهرات خشونتبار به دلیل بی‌حرمتی و سوختاندن نسخه‌هایی از قرآن کریم جریان دارد، رایان کراکر سفیر آمریکا در افغانستان میگوید تحقیقات جدی در این زمینه از سوی نیروهای آمریکایی آغاز شده است. اما آقای کراکر در مصاحبه با شبکه CNN گفته است تقاضاها برای خروج پیش از وقت نیروهای آمریکایی به دلیل افزایش خشونت‌ها علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافته است. اما با آن هم آمریکا باید در مقابل هر گونه تقاضای خروج قبل از وقت نیروهایش از افغانستان استادگی کند. تنش‌ها در افغانستان در مقابل نیروهای ناتو و به ویژه نیروهای آمریکایی در حال افزایش است. ما باید بگذاریم تا حالت بهتر شود و عادی گردد. حال وقتی آن نیست که تصمیم بگیریم که دیگر کار ما تمام شده است. ما باید تلاش‌های خود را دوچند سازیم و حالتی را به میان آوریم که القاعده دوباره برنگردد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای مراکشیش از بی‌حرمتی نیروهای خارجی به مقدسات دینی در افغانستان نیز ابراز تأسف نموده، اما خواهان پایان دادن به خشونت‌های ضد آمریکایی از سوی حکومت افغانستان شده است. من از بی‌حرمتی و سوختاندن نسخه‌های قرآن کریم توسط نیروهای خارجی که باعث خشم مردم افغانستان گردیده سخت نگران هستم، اما باید به خشونت‌های ضد آمریکایی در افغانستان پایان گذاشته شود. از سوی دیگر در پیوند با بی‌حرمتی نیروهای خارجی و قرآن شریف، روز گذشته 7 سرباز آمریکایی در ولایت شمالی افغانستان در نتیجه پرتاب بمب دستی به پایگاه نیروها زخم برداشتند. فرانسه و آلمان پس از کشته شدن دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله، از تمام مشاورین و مربیان خود در وزارتخانه های افغانستان خواستند تا برای مدت وظایف خود را ترک کنند. مقام های آلمان میگویند این تصمیم برای حفاظت جان مشاورین موقتا اتخاذ شده است. به نظر می رسد کشته شدن دو مشاور آمریکایی در مرکز سوق و اداره پلیس وزارت داخله، ناتو و متحدانش را بیشتر از هر زمان دیگر سراسیمه ساخته است. پس از آن که این دو مشاور آمریکایی از سوی فردی به نام عبدالصبور که در بخش استخبارات وزارت داخله کار میکرد با ضرب گلوله کشته شدند، آمریکا و بریتانیا از هم مشاورین و مربیان خود خواستند تا وزارتخانه های افغانستان را ترک کنند. در پی این درخواست فرانسه و آلمان نیز از مشاورین و مربیان خود خواستند تا از وزارتخانه های افغانستان خارج شوند. ما موقتا تمام مشاوران و مربیان غیر نظامی خود را از مؤسسات دولتی افغانستان خارج می سازیم و زمانی که شرایط مساعد شود آنان به کار خود باز خواهند گشت. آلمان نیز دستور داده است تا مشاوران و کارشناسان این کشور ادارات دولتی افغانستان را ترک کنند. این تصمیم یک اقدام مسئولانه و احتیاطی بوده است و ما بر اساس وضعیت حاضر افغانستان کارشناسان خود را از این کشور خارج می سازیم. در همین حال برخی آگاهان در پیوند با کششتن دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله چنین می گویند: به واقع چنین حالت ادامه پیدا کنه، مطمئنن که اگر آمریکا نبره دیگه کشورهای غربی خواهد بره. شما می‌دونید که اتحادیه اروپا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی، اینا تربیه عمدترین نیروهایی هستن که نیروهای امنیتی افغانستان تربیه، تجهیز و تسلیح میکنن. بنان تنها با آمریکا نمیشن، ما کار انجام میدیم. به خاطر ضرورت است که ما جلوی نفوذ دشمن در نیروهای امنیتی خود بگیریم. با اینکه آمریکا کوششان دو مشاور آمریکایی رو در وزارت داخله برای کاهش همکاری‌های آمریکا در افغانستان اثرگذار نمی‌داند، اما برخی‌ها به این باورند که خارج شدن مشاورین خارجی از وزارتخانه های افغانستان تأثیرات منفی را در پی خواهد داشت.
با شناختی که مردم و شورای ملی از سیاست‌های پاکستان دارند، خوشبینی‌های رئیس جمهور کرزی از برداشتن گام‌های عملی پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه است. شماری از اعضای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی می‌گویند هرچند حکومت پاکستان توانایی کمک در پروسه صلح را دارد، اما تجربه 10 سال گذشته نشان می‌دهد این کشور حاضر نخواهد شد تا چنین کار را انجام دهد. در حالی که رئیس جمهور کرزی روز گذشته اعلام کرد که حکومت پاکستان در مورد گفتگوهای سال گام‌های عملی را برداشته و درخواست نخست وزیر این کشور از مخالفان حکومت افغانستان برای پیوستن به پروسه صلح نمونه از این کوشش ها می باشد و حکومت افغانستان از این اقدام پاکستان خوشبین است، اما گمان زنی های وجود دارد که این اقدام پاکستان تنها برای فریب حکومت افغانستان صورت گرفته است. پدر مذاکرات که مرزی عملی اقدامات توغشتن بکنه، عملی اقدامات را سروس بنه. در همین حال شماری از اعضای مجلس این خوشبینی های رئیس جمهور را به جا خوانده میگویند حکومت پاکستان هرگز حاضر نخواهد شد تا افغانستان را در مذاکرات صلح کمک کند. این اعضای مجلس میگویند هر گونه کوشش های پاکستان در این مورد ظرف یک سیاست فریبکارانه به شمار می رود. دوستی آزموده را میگه آزمودن خطاست. ما بار بار در طول 30 سال این همسایی خدا امتحان کردیم که اینا در عد عرف و شعار و برای منافعشان حرف زدن ولی عملا به ما کمک نکردن. این دفعه هم ما فکر میکنیم که با ترتیبی که جناب کرزی صاحب خوشبین هست ما ببینیم که در عمل آیا این پیاده میشه. یعنی آنان هشدار میدهند تا زمانی که پاکستان به صورت جدی از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد تحت فشار قرار نگیرد، گفتگوهای صلح ناکام خواهد شد، زیرا حکومت پاکستان به عنوان عامی اصلی تروریسم در منطقه به شمار می رود و توانایی آن را دارد تا از این گروه ها به هر نوعی بخواهد استفاده کند. فشارهای دنیا هم هست و در این حال فشارهای داخلی هم وجود داره. اگر دولت پاکستان تصمیم بگیره، ما یقین دارم میتونه در پروسه صلح در کنار دولت افغانستان استاد چا و کمک بکنه. اگر اونا تصمیم نگیره، ما بعید میدونم که صلح در افغانستان بیه. این در حالی است که نخست وزیر پاکستان در اعلامیه از تمام گروه های مخالف حکومت افغانستان خواسته است تا به پروسه صلح بپیوندند و از به اسلامی گلبدین حکمتیار نیز از این اعلامیه پشتیبانی کرده است. وزارت اقتصاد، تجارت و مبارزه علیه مواد مخدر که برای پاسخ‌دهی جهت عدم مصرف تمام بودجه خود به ولس جرگه فرا خوانده شده بودند، نتوانستند قناعت اعضای مجلس را فراهم سازند. شماره از اعضای ولس جرگه بار دیگر تفاوت ارقام میان وزارت مالیه و سایر وزارتخانه ها را از مشکل عمده عنوان میکنند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، زرار احمد مقبل وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و انوارالحق احدی وزیر تجارت که به منظور استجواب به ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند، نتوانستند قناعت اعضای ولسی جرگه را برآورده سازند. از سوی دیگر این وزاره از مصرف بیشتر از 40% بودجه سخن میزنند، اما در قطعه سال 1389 دیده می شود وزارت اقتصاد 21%، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 27% و وزارت تجارت 19% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده. در شمال افغانستان کار میکنند. 4 ولایت دیگر کارش با اونا سپردیم، با اونا کارش انجام دادن. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه تفاوت در ارقام راه شده از سوی وزارت مالیه و این وزارت خانه ها از جمله چالش های عمده در این زمینه می خوانند. وزارتی که نتواند بودجه عادی خود مصرف کنه، بودجه عادی معاش کارمندان است، آیا این ظرفیت سازی نتونست کرده که 4 نفر در وزارت استخدام بکنند که به نظر معاش حواله بشه؟ این اول دلیل است که این عوام ناکارایی و ضعف وزارت نشان میده که برای ما مشهود است. ما
در تمام مسائل و این موضوعات پیگیر بودیم و هستیم. قطعیه را قبول نداریم چون اشتباه شده از طرف وزارت مالیه در تنظیمش و از این دونه برای ما پیسه ندادن. غیر از این از این سیدر الهیت خاطرم بیداره که اوقات باید معیم کنه بعد از یک ماه نتیجه بگیریم. شما وزاره را میارین اینجا بحثا پراکنده و ما به این نتیجه نمیرسیم. قابل یادآوری است که پیش از این نیز شماری از وزرای کابینه که به مجلس فرا خوانده شده بودند نتوانستند قناعت اعضای ولسی جرگه را برآورده سازند. برخی از فعالان جامعه مدنی میگویند به حرمتی نیروهای خارجی به قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام نه تنها در شرایط کنونی بحران آفرین و تنش‌زاست، بلکه دورنمای همکاری جامعه جهانی با افغانستان را به تیرگی مواجه خواهد ساخت. از سوی دیگر اتحادیه خبرنگاران از عدم پیگیری عاملان قتل خبرنگاران در کشور به شدت ابراز نگرانی میکنند. مسئولان مجتمع جامعه مدنی افغانستان بان که تظاهرات صلح‌آمیز را در کشور حق هر شهروند افغان می‌داند، اما می‌گویند نباید از این تظاهرات سوء استفاده صورت گیرد و اموال مردم مورد دستبرد قرار گیرد. آنان بان که خواهان محکمه عاملان به حرمتی نیروهای خارجی به قرآن کریم هستند، اما می‌گویند خوشنودهای اخیر دورنمای همکاری جامعه جهانی با افغانستان را به مشکل مواجه خواهد ساخت. باید عاملین این قضیه به صورت بسیار منظم پیگیری شود و مردم در اطلاع کامل از چگونگی اتفاق حادثه قرار بگیرند تا عاملینش به محاکمه سپرده شود و این سریال برای آینده تکرار نشود. از سوی دیگر شمار از مسئولان اتحادیه خبرنگاران با انتقاد از عدم توجه دولت بر وضعیت امنیتی خبرنگاران میگویند تا 10 سال گذشته حکومت رئیس جمهور کرزه هیچ گونه توجهی در زمینه پیگیری پرونده خبرنگاران کشته نکرده است. در 10 سال گذشته ما در هیچ قضیه که خبرنگاران افغان دارو جانهای خود را از دست دادن شاهد نبودیم که حکومت افغانستان تانسته باشه مظنون یا قاتل را و دادگاه بکشانه و جزای اعمالش برسانه. یک ناکامی بزرگ حکومت. یکی از مشکلات بسیار کلان امی است که حکومت افغانستان با این با بی‌تفاوتی برخورد میکنه و هنوز ما هیچ ندیدیم که در طول 9 سال گذشته قاتل یک خبرنگار محاکمه شده باشه و به جزای اعمالش رسیده باشه. در همین حال مجتمع جامعه مدنی افغانستان از حکومت میخواهد تا عاملان قتل بهادرزه یک از خبرنگاران محلی در ولایت پکتیا و سایر خبرنگاران کشته را هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار 9 تن به شمول 6 فرد ملکی و 1 سرباز اردوی ملی کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله میگوید اولیه ساعت 7 صبح امروز یک انتحار کننده سوار بر یک موتر مملو از مواد منفجره زمانی که میخواست وارد میدان هوایی ننگرهار شود در نزدیکی دروازه ورودی مواد همراهش را منفجر ساخت. گفته میشود در این رویداد چندین موتر نیز کاملا تخریب شده. مسئولیت این رویداد را طالبان بر عهده گرفتند. با فرارسیدن سال جدید خورشیدی مقام‌های امنیتی در ولایت بلخ از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به منظور تجلیل از سال 1391 خبر می‌دهند. اسمت الله علیزاده قمندان امنیتی ولایت بلخ می‌گوید تلاش‌های مشترک نیروهای امنیتی افغان با نیروهای بین‌المللی برای تأمین امنیت میله گل و سرخ و تجلیل سال نو خورشیدی ادامه دارد. مسئولان پلیس در ولایت بلخ از تدابیر شدید امنیتی برای تجلیل سال 1391 خبر داده میگویند در صدد کاهش دادن جرایم جنایی در این ولایت. جنرال اسمت الله علیزاده قمندان امنیتی ولایت بلخ میگوید نیروهای امنیتی افغان با هماهنگی کامل نیروهای بین المللی در صدد ایجاد و تامین امنیت برای تجلیل سال نو خورشیدی در این ولایت. علیزاده همچنان میگوید که تمام نیروهای کشفی و امنیتی در 17 کمربند شهری و بیرون شهر برای تامین امنیت بهتر جابجا گردیدند. تدابیر مشخص داریم. تمام ارگان‌های کشف و استخباراتی در استخبارات‌های مختلف وظیفه گرفتن. شهر به شهرها، ولایت به شهرها تقسیم شدن. بین ارگان‌های کشف و استخباراتی هر کدامشان در ساحات مختلف افراد و اشخاصی مطمئن را جابجا کردن تا هر آنی که خدا نخواسته دشمنای وطن مخالفین افراد و اشخاصی که با چشمی خراب وطن ما با مردم ما میبینه و را با وقت زمان افشا و در دستگیریشان اقدام قرار کنه. از سوی دیگر جنرال عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی پلیس بلخ اظهار می دارد که آنها در صدد کاهش دادن جرایم جنایی در ایام سال نو هستند. خاطر جلوگیری از واقعات ناگوار خصوصا قتل و اختطاف اعلانهای منظم مشترک را با ریاست محترم امنیتی میدیم و سایر ارگان ها ما روی دست داریم. انشاءالله روی پلانهای خود کار میکنیم. البته گراف جرایم
یاری پروردگار و همکاری مردم خود کاهش کنه. در همین حال شما را باشندگان مزار شریف از تامین امنیت توسط نیروهای امنیتی به ویژه پلیس ملی ابراز رضایت میکنند. آمد آمد سال نو است، چون امنیت بسیار خوبه، پلیس در کار باشن میره، امنیت شهر مزار شریف خوبه نسبت به دیگه ولایت‌ها. به فضل خداوند و با ابتکار والی جوان ولایت بلخ استاد اعظم احمد نور، وضعیت امنیتی مزار شریف به کلی خوب است و هر روزی که تیر میشه وضع خوبتر و بهتر شده. دفتر رئیس تنیست تای چند روز اخیر نزدیک به 20 فرد مسلح همراه با اسلحه سبک از مربوطات شهر مزار شریف دستگیر گردیدن که گفته میشود قصد حملات تروریستی در ایام سال نو را داشتند. عبدالمتین سوک، افغانیوز، شهر مزار شریف. با افزایش خشونت‌ها علیه زنان در کشور، شماره از فعالان حقوق زن میگوید زورمندان عامل اصلی خشونت علیه زنان هستند. در همین حال آنان عدم تطبیق قانون و مردسالاری را از دلایل عمده گزارش خشونت علیه زنان در سطح کشور میدانند. در حالی که خشونت علیه زنان در مرکز و ولایت کشور افزایش یافته است، شماره از فعالان حقوق زنان با آنکه موجودیت سیده جنگ در افغانستان و نبود سواد کافی را سبب افزایش خشونت علیه زنان می‌دانند، اما دلیل افزایش این روند را در سالهای اخیر عدم تطبیق قانون می‌دانند. با تعصب هیچ گونه استفاده از قوانین نمیشه و اگر استفاده هم میشه بالای طبقه پایین یا ضعیف استعمال میشه از عموم ماده های قوانین، ولی کسایی که به اصطلاح زورمند هستند و قدرتمند هستند هیچگاه تحت امو قانون قرار نگرفتن که مجازات شوند. از سوی دیگر آنان نارسایی دولت را در قضای خشونت علیه زنان کمرنگ خوانده میگویند به نسبت مرد سالاری در افغانستان حقوق زنان زیر پا می شود و دولت توجه جدی را برای پایان خشونت علیه زنان نداشته است. عموما در تمام اطراف و اکناف افغانستان ببینند که مرد یگانه کسی، یگانه فردی است در خانواده که میتونه تصمیم بگیره، ولو که تصمیم از او غلط باشه و یا درست باشه، و تمام طبقه ناس که در او فامیل زندگی میکنه مجبور مکلف است که از او قوانین به اصطلاح اطاعت بکنن. این یکی از عوامل عمده و اساسیش است که از سالیان دراز در طول تاریخ مانده در افغانستان. این در حال است که چند پیش یک خانم نوعروز در ولایت هرات به دلیل خشونت شوهرش دست به خودسوزی زده بود که ادامه این روند نهادهای حقوق بشر را سخت نگران ساخته است. پس از آنکه تعداد از کارمندان گمرک ترخم از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتند، کارمندان دیگر این گمرک از نبود امنیت شکایت نموده از دولت میخواهند تا برای تامین امنیت آنان توجه جدی نماید. با این حال سخنگوی ولی ننگرهار با تایید نگرانی ها میگوید تلاش ها برای حل این مشکل آغاز شده است. کارمندان گمرک ترخم پس از آن از نبود امنیت شکایت کرده و میگویند که باید مسئولین امنیتی در این مورد اقدام جدی نمایند، که از چندی بدین سو کارمندان این گمرک در مسیر راه ترخم جلال آباد از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و یا زخمی شدند. آنها از دولت میخواهد که یا امنیت آنها را گرفته و یا اجازه اسلحه را به آنها بدهد. مدیر بررسی گمرک ترخم که به نمایندگی رئیس این گمرک صحبت میکرد گفته است که از چند ماه بدین سو کارمندان آنان از سوی افراد ناشناس بعد از ربودن به قتل میرسند و هر روز کارمندان این گمرک از سوی این افراد با تهدید مرگ مواجه می شوند. در ترخم گمرک یا تن مامور به شهادت بند رسیده ده او یا دانه تختوشه و چیغه به بیرت را خوش شو کمبخ بیچاره خپاورت هم مات کرده ده او تهدید خوشتا ده تهدید خوفه مثال ار او رزده که ده دوی چیزی و رازی ده خپل وظیفه ده ترخم که و ازراکال ده خپل و تهدید ده او بل ده سو مدمخ که تقریبا ده نشپه گوم یاشت مخ که پامده کل که ده منگ ده اقل عبور چه اغا ده ترانسپورت پر مربوط ده ده اغا هم یا کارمند او تختول شو او یا به شهادت رسیده. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار نگرانی های کارمندان گمرک ترخم را میپذیرد و میافزاید که در جلسه امنیتی این ولایت برای حل این مشکل تدابیر صورت گرفته است که در چند روز آینده عملی خواهد گردید. بایتی کود الاسوالی پر مربوطات که زین امنیتی ستونزی را پیدا شولی و زین مامورین پشادت و رسول شول در غطول تا پوره توجه شوی در والی صاحب د ترخم جلال آباد د لوی لارې لپاره د شاره د قومندانۍ په رهبرۍ کې هم تغییرات راوستل.
بالای کارمندان گمرک تورخم تمام حملات در مسیر راه جلال آباد تورخم در ولسوالی بتیکوت این ولایت صورت گرفته است. مسئولیت تمام این حملات را به طور آشکار تا هنوز کسی به عهده نگرفته است و مسئولین امنیتی هم در این مورد کسی را متهم ننموده است. اما در این اواخر باشندگان ولسوالی بتیکوت از بیشتر شدن افراد مسلح در این منطقه به دولت شکایت نموده است، اما دولت تا هنوز در این مورد هیچ اقدام نکرده است. خبرهای جهان تقدیم شما می شود، همراهیمون کنید. این هم چند خبر از جهان. روسیه از احتمال حمله نظامی غرب علیه ایران نگران است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هشدار داده است که حمله نظامی به ایران پیامدهای فاجعه باری را در پی خواهد داشت. آقای پوتین در یک مقاله در ارتباط با سیاست خارجی روسیه نوشته است بررسی ابعاد پیامدهای حمله احتمالی به ایران غیر ممکن است. در همین حال دو فرد مظنون به طرح ترور ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بازداشت شدند. مقام های امنیتی سوریه می گویند طرح ترور آقای پوتین روز گذشته از سوی این دو فرد تحریزی شده بود. شبکه تلویزیونی دولتی روسیه گزارش داده است که ترور آقای پوتین که احتمال می رود در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود از سوی این دو فرد تحریزی شده بود که خونسا و افراد آن بازداشت شدند. همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه قرار است سازمان حقوق بشر ملل متحد بررسی وضعیت سوریه را در دستور کار خود قرار دهد. در همین حال نخست وزیر روسیه از احتمال حمله نظامی غرب به سوریه ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر روز گذشته 50 تن در سوریه کشته شدند. با گذشت هر روز خشونت ها در سوریه افزایش می‌یابد. قرار است سازمان حقوق بشر ملل متحد بررسی وضعیت این کشور را در دستور کار خود قرار دهد. انتظار می‌رود که نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست خواهان برقراری آتش بس در سوریه و نیز فراهم شدن امکان دسترسی هرچه سریع‌تر سازمان های امدادرسانی از جمله صلیب سرخ به مناطق آسیب دیده شوند. در همین حال مخالفان دولت در سوریه از ادامه خشونت ها در این کشور خبر داده می‌گویند و روزی شنبه بیش از 50 تن جان خود را از دست دادند. از سوی هم اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که گفته بود اقدام چین و روسیه در وتو کردن قطعنامه سازمان ملل متحد درباره سوریه مطرود و نفرت انگیز است با واکنش مقامات چینی مواجه شده است. در یادداشتی که در روزنامه رسمی حزب کمونیست چین به نشر رسید آمده است که بعد از حمله به عراق آمریکا حق ندارد تا به نمایندگی از کشورهای عربی اظهار نظر کند. پیش از این دولت چین اعلام کرده بود که برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه باید به دولت این کشور اجازه داده شود تا اصلاحات پیشنهادی خود را در سوریه به پیش ببرد. از سوی هم ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مورد دخالت کشورهای غربی در سوریه هشدار داده است. امیدوارم که آمریکا و کشورهای دیگر در پی نباشند که بدون صدور قطعنامه شورای امنیت سناریوی نظامی را در این کشور پیاده کنند. این در حال است که همه‌پرسی روز گذشته در مورد قانون اساسی سوریه از سوی مخالفان تحریم شده بود، اما هرچند مقامات دولتی از اشتراک بیشمار مردم در این همه‌پرسی خبر داده، اما به اساس گزارش‌ها شمار اندکی از مردم در این همه‌پرسی شرکت کرده بودند. جولیا گیلیارد نخست وزیر استرالیا توانست دوباره رهبری حزب کارگر را کسب کند. وی در رقابت با کوین رات وزیر خارجه پیشین این کشور با به دست آوردن 71 رای برنده رهبری حزب کارگر در نتیجه یک رای گیری اعلام شد. این در حال است که هفته گذشته کوین رات وزیر خارجه استرالیا از سمت خود استعفا داده بود. اسرائیل و آذربایجان یک قرارداد نظامی را به ارزش 1.5 میلیارد دلار به امضا رسانید. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل قصد دارد هواپیماهای بدون سرنشین و سیستم‌های دفاعی موشکی را به کشور آذربایجان به فروش برساند. روزنامه واشنگتن پست این توافق نظامی بین اسرائیل و آذربایجان را به تیرگی در روابط تهران و باکو مرتبط دانسته می‌نویسد. ایران در ابتدای این ماه از آذربایجان درخواست کرد که مانع استفاده عملیات جاسوسی موساد علیه ایران شود. این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضورتان شد. از توجهتان یک جهان سپاس. شاد و موفق باشید.